سرخط خبرها. دادن فرصت توأم با فشار به اسلام آباد. جنرال نیکلسن میگوید اگر پاکستان بر ضد هراس افغانان اقدام نکند، امریکا فشارهای سیاسی و اقتصادیش را بیشتر خواهد کرد. تأکید وزیر خارجه امریکا به عملی شدن تعهدهای متحدان ناتو. رکس تلرسن میگوید باید تعهدها و ماموریت ناتو در افغانستان حفظ شود. برگزاری نشست سام در پایتخت آذربایجان. افغانستان از شرکت کننده ها انتظار دارد در مبارزه با هراس افغانی به نتیجه مشخص دست یابند. و خواست دونالد ترامپ از تمام کشورهای جهان برای قطع روابط سیاسی و بازرگانی با کره شمالی. به نام خدا، سلام و وقتتان بخیر. به خبر 53 از یک خوش آمدید. من درخشان صدقی هستم. وزیر خارجه امریکا از متحدان کشورش در ناتو میخواهد به تعهدهایشان در برابر افغانستان عمل کنند. رکس تلرسون در سخنرانیش درباره سیاست خارجی این کشور گفته که نقش مهم از متحدان امریکا در ناتو در افغانستان ایجاد شده، اما باید تعهدها و ماموریت این پیمان در افغانستان حفظ شود. آقای تلرسون گفته است که هدف از راهبرد جدید امریکا در افغانستان و آسیای جنوبی نابود کردن پناهگاه‌های امن هراس افغانان و جلوگیری از قدرت یافتن دوباره آنها در منطقه است. تلرسون همچنان تاکید کرده که امریکا از یک دولت فراگیر در کابل که گوناگونی قومی تمام افغان‌ها در آن حفظ شده باشد پشتیبانی می‌کند. ریشه‌کن کردن هراس افغانی و جلوگیری از قدرت یابی دوباره هراس افغانان در افغانستان و منطقه هدف اصلی راهبرد جدید امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا. رکس تلرسون وزیر خارجه امریکا در یک سخنرانی مهم در خصوص سیاست خارجی این کشور در مرکز ویلسون گفته است که هدف از راهبرد جدید امریکا در افغانستان و آسیای جنوبی نابود کردن پناهگاه‌های امن هراس افغانان و جلوگیری از قدرت یافتن دوباره آنها در منطقه است. نقش مهم از متحدان آمریکا در ناتو در افغانستان ایجاد شده، اما باید تعهدات و ماموریت این پیمان در افغانستان حفظ شود. هدف از راهبرد جدید آمریکا در افغانستان و آسیای جنوبی نابود کردن پناهگاه‌های امن هراس افغانان و جلوگیری از قدرت یافتن دوباره آنها در منطقه است. دولت افغانستان باید برای تقویت و توانمند شدن نیروهای امنیتی و حفظ قابلیت‌های امنیتی آنها تلاش کند و شرایط مذاکره و پیشبرد روند سیاسی صلح با طالبان را نیز فراهم نماید. آمریکا از یک دولت فراگیر در کابل که تنوع قومیت تمام افغان‌ها در آن حفظ باشد پشتیبانی می‌کند. تلرسون مبارزه با هراس افغانی را وقتگیر می‌داند، اما تاکید می‌کند که اگر هوشیارانه عمل نکنند با خطر ایجاد شدن دوباره لانه‌های امن هراس افغانان مواجه خواهند شد. ما می‌دانیم این وقتگیر است، اما اگر ما نتوانیم هوشیارانه عمل کنیم و بر ضد تهدید هراس افغانی عهده‌دار مسئولیت‌ها باشیم، با خطر ایجاد شدن دوباره لانه‌های امن هراس افغانان در افغانستان مواجه خواهیم شد، جایی که حمله‌های 11 سپتامبر در آن طرح و از آنجا بر ضد آمریکا به اجرا گذاشته شد. وزیر خارجه آمریکا از ناتو می‌خواهد آمادگی کمک‌های بیشتر با سربازان خود در افغانستان را داشته باشد، زیرا ناتو و آمریکا برای یک هدف مشترک در افغانستان حضور دارند. ماموریت پشتیبانی ناتو از اهداف مشترک ما برای حصول اطمینان از اینکه افغانستان توانایی کمک به ثبات منطقه‌ای را فراهم می‌کند و بر تهدیدات هراس افغانان از جمله القاعده و داعش تأثیر می‌گذارد ضروری است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در 21 آگست هنگام اعلام راهبرد نظامی برای افغانستان و جنوب آسیا از متحدین خود در ناتو و شریکان بین المللی امریکا خواست تا راهبرد جدید این کشور برای افغانستان و جنوب آسیا را با داشتن سربازان اضافی و حمایت مالی و نظامی از آنها پشتیبانی کنند. جنرال جان نیکلسن فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان میگوید اگر پاکستان بر ضد هراس افغانان در خاکش اقدام نکند، فشارهای سیاسی و اقتصادی بر این کشور افزایش خواهد یافت.
این مقام ارشد ناتو که برای بازدید از آمادگی نیروهای قطعه خاص پلیس به ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر رفته است میگوید امریکا تا پایان نبرد بر ضد هراس افغانی در افغانستان باقی خواهد ماند. در همین حال فرمانده عمومی نیروهای قطعه خاص پلیس هشدار میدهند اگر هراس افغانان دست از اقدام های هراس افغانی بر ندارند نابود خواهند شد. قطعه 333 خاص پلیس در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر. جنرال جان نیکلسون فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع که برای بازدید از آمادگی های این قطعه آمده است به هراس افغانان هشدار می‌دهد که خواب پیروزی را از سر بیرون کنند. او که در جمع این نیروها سخن می‌زد می‌گوید امریکا تا پایان نبرد بر ضد هراس افغانی در کنار نیروهای امنیتی افغانستان باقی خواهد ماند. من به شما اطمینان می‌دهم که ائتلاف جهانی ناتو و ایالات متحده آمریکا بر مبارزه با هراس افغانی در افغانستان ادامه می‌دهد. ما تا زمانی که این نبرد را به پیروزی نرسانیم در کنار شما بر مبارزه بر ضد هراس افغانی خواهیم ماند و این جنگ را به پیروزی خواهیم رساند. از سوی همین جنرال چهار ستاره آمریکایی می‌گوید همین اکنون گفتگوها در سطح بالا با پاکستان ادامه دارد تا این کشور از پشتیبانی از هراس افغانان دست بردارد. اما هشدار می‌دهد اگر اسلام آباد بر ضد هراس افغانان به ویژه رهبر طالبان و شبکه حقانی در خاکش اقدام نکند فشارهای سیاسی و اقتصادی بر این کشور شدت خواهد گرفت. شما هم باید بدانید که همین اکنون گفتگوها میان امریکا و پاکستان در سطح بالای جریان دارد تا این کشور را وادار سازد که دست از پشتیبانی هراس افغانان بردارد. اما اگر پاکستان بر راهبرد پشتیبانیش از هراس افغانی ادامه دهد امریکا فشارهای سیاسی و اقتصادی را بر ضد این کشور بیشتر خواهد کرد. در کنار این جنرال نیکلسون شبکه حقانی را یک تهدید جدی می‌داند و می‌گوید که حمله انتحاری هفت ماه پیش شبکه حقانی در برابر سفارت آلمان در کابل حمله بر ضد جامعه جهانی بود. شاید به خاطر داشته باشید که حمله انتحاری شبکه حقانی به تاریخ 31 می امسال در برابر سفارت آلمان در کابل نه تنها حمله بر ضد حکومت و مردم افغانستان بود بلکه حمله بر ضد تمام جامعه جهانی بود. در این حمله نزدیک به 9 سفارتخانه کشورهای غربی آسیب دیدند. در اینجا نیروهای قطعه خاص پلیس که بیشتر ماموریت مبارزه بر ضد هراس افغانی را بر عهده دارند جریان عملیات هایشان را این گونه به نمایش می‌گذارند. راه اندازی عملیات های شبانه، کمک به نیروهایی که در محاصره قرار می‌گیرند، راه اندازی عملیات های زمینی و هوایی و از بین بردن تهدیدهای امنیتی در محور کارهایشان قرار دارد. فرمانده این نیروها از راه اندازی 2 تا 3 عملیات های شبانه بر ضد هراس افغانی خبر می دهد. پیام آخر ما برای هراس افغانی است که کسی که اگر از افغانستان است و همکاری میکنه با هراس افغانا دست بکشن، وطن خود و ایران نکنن، مردم خود نکشن، پل و پلچک و بالاخره دارایی عامه و عامل منفعه را از بین نبرن، باعث نارامی مردم نشوند. اگر انجام بتنی اعمال خشونت طبعا که قطعات خاص شامل صادقترین فرزندهای از ملت افغانستان است و اینا هم به وقت و زمان و جوابشان پرداخته در گذشته هم بعد از این هم خواد پرداختند. مقام ها در وزارت امور داخله میگویند که در حال حاضر شمار نیروهای قطعه خاص پلیس به بیش از 500 نفر میرسد. اما جان نیکلسون تاکید میکند که شمار نیروهای ویژه و قطعه خاص 2 برابر افزایش خواهند یافت. با گفته مقام های وزارت امور داخله قطعه خاص 333 پلیس سال پار بیش از 70 عملیات مستقل و 21 عملیات زیر نظر مشاوران خارجی در کشور انجام دادند. همزمان با این یک هیئت حکومت افغانستان در پیوند به موشک پراگنی پاکستان و مبارزه با هراس افغانی امروز به اسلام آباد سفر کرده است. در رأس این هیئت جنرال حبیب الله حصاری معاون رئیس ستاد ارتش قرار دارد. پاکستان در چند ماه گذشته هزاران موشک بر بخش‌های مرزی افغانستان شلیک کرده است که جان شمار زیاد افراد ملکی را هم گرفته است. در عین حال اسلام آباد هنوز بر ضد پناهگاه‌های امن هراس افغانان اقدام نکرده است. بشیر احمد قاسانی به این موضوع پرداخته.
سلسله رفت آمدهای آیت های افغانستان و پاکستان ادامه می‌یابد. یک آیت حکومت افغانستان که در ساختار آن مقام های از وزارت های دفاع و امور خارجه و ریاست عمومی امنیت ملی قرار دارند، رأس پار پاکستان شده است. هدف از سفر این آیت به پاکستان گفتگو درباره جلوگیری از رفت آمدهای عراس افغانان از آن سوی خط دیورند و جلوگیری از مشک پراگنی های نظامیان پاکستانی بر خاک افغانستان گفته شده است. هدف سفرشان هم ملاقات با مقامات پاکستانی است که در مورد راکت هایی که اونا از اون طرف خط انداخت میکنن در اون مورد امرایشان گپ میزنن که راکت های بی مبهوم و بی شرمانه را بعد از اونا بند کنن و انداخته را اجرا نکنن به طرف از اون طرف خط. جنرال حبیب‌الله ساری معاون ستاد ارتش کشور در رأس این هیئت قرار دارد و فردا با مقام های پاکستانی با ویژه با نظامیان آن کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. رفت آمد آیت‌های افغانستان و پاکستان در سالهای گذشته نتیجه بخش نبوده است. رفت و آمدهای کنونی نمیتونم بسیار مؤثر باشه به خاطر اینکه هر دو طرف تا به حال استراتژی های دقیق خود در قبال مسائل بنبست کنونی افغانستان و همچنین راه های برون رفت از بنبست کنونی افغانستان طرح نکردن. این عدم موجودیت استراتژی دقیق به صورت کلی ابهام است که همیشه در تمامی جلسات مطرح شده و طرفا روی حتی تعریف دشمنهای مشترک و دشمنهای خصوصیشان به تفاهم نرسید. این آیت حکومت افغانستان در حال به پاکستان سفر کرده است که اسلام آباد هیچگاهی در کار تامین امنیت در افغانستان و برچیدن پناهگاه های امن را افغانان در آن سوی مرز همکاری صادقانه نکرده است. نشست سام یا مسئولان عالی رتبه امروز در باکو پایتخت آذربایجان برگزار شد. وزارت خارجه انتظار دارد که کشورهای اشتراک کننده به یک نتیجه مشخص در مورد همکاری های منطقه‌ای و مبارزه مشترک با هراس افغانی دست یابند. قرار است فیصله این مقام ها در مورد همکاری های منطقه‌ای فردا در اعلامیه پایانی نشست قلب آسیا گنجانیده شود. نماینده های برخی از کشورها مازل مواد مخدر، داعش و اقتصاد جرمی در افغانستان را چالش بزرگ برای امنیت منطقه عنوان می کنند. باکو برای میزبانی از نشست قلب آسیا آمادگی می گیرد. اینجا هم نشست سامیا مسئولان عالی رتبه کشورهای عضو روند قلب آسیا و همپیمانان آنها در مورد چالش‌های اصلی منطقه‌ای رایزنی دارند. حکومت افغانستان انتظار دارد که نشست سام بتواند روی چالش‌های مشترک منطقه به ویژه مبارزه با هراس افغانی به توافقات دست یابد. فردا مجلس وزرا است و یکی از موضوعات مهم بر مجلس فردا تایید اعلامی امروز است و یک بار دیگر تاکید و تایید کشورهای منطقه بر در ارتباط به موضوعات امنیتی و صلح در افغانستان و تامین امنیت و صلح در منطقه. آنچه اینها اینجا رایزنی میکنند ظاهرا کار را فردا برای اشتراک کننده های نشست قلب آسیا آسان میسازد، زیرا فیصله های این نشست فردا در اعلامیه پایانی نشست قلب آسیا گنجانده خواهد شد. وزارت خارجه هراس افغانان را چالش بزرگ اما تهدید مشترک برای منطقه می داند، چیزی که از محورهای بحث جدی نشست سام و روند قلب آسیا نیز است. در اعلامیه های قبلی پروسه قلب آسیا و در اعلامیه امسال هم اشاره به او میشه و از همه مهمتر یک ذهنیت واحد وجود داره که در منطقه باید یک صدا یک جا علیه مبارزه در ارتباط به مبارزه علیه تروریسم باید یک میکانیزم واحد وجود داشته باشه. مبارزه با هراس افغانی، همکاری های سیاسی، اقتصادی، مبارزه مشترک با قاچاقچیان مواد مخدر، موزل پناهجویی از محورهای اصلی بحث نشست قلب آسیا است که امروز در نشست سام اینجا روی آن رایزنی صورت گرفت. در نشست سام یا نشست مقامات ارشد امروز اینجا برگزار شده روی اعلامیه فردا بحث و رایزنی صورت می‌گیرد. اعلامیه‌ای که قرار است فردا در نشست قلب آسیا به تصویب برسد و مقامات منطقه و کشورهای منطقه را برای همگرایی دعوت می‌کند. مجاهد اندرابی، تلویزیون یک، باکو، آذربایجان. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید کسانی که انسانیت و ارزش‌های انسانی را نقطه مشترک میان مسلمان و غیر مسلمان نمی‌دانند تفکر دایشی دارند.
آقای دانش تفکر داعشی را انحراف از اسلام می‌داند و تأکید دارد که افراطیت امروز به نام دین هیچ رابطه با پیشوایان اسلام ندارد و جهاد کنونی به نام اسلام ترور و وحشت و ویرانی مسلمانان است. شما و گزارش از تمیم شهر. همایش علمی فرهنگی حضرت خدیجه الکبرا. در این همایش در کنار معاون دوم ریاست جمهوری، سفیر ایران، شمار از عالمان دین از حوزه قم، برخی اعضای پارلمان و نیز عالمان دین از افغانستان اشتراک کردند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور داعش و همفکرانش را گروه منحرف از اسلام می داند و تاکید می کند که برداشت های نادرست از اسلام حالا کار را به جای رسانده که بسیاری دینداران نسبت به حقانیت ایمان خود شک کنند. تفکر داعشی را انحراف از اسلام و داعش را یک گروه خارجی و یک سازمان تروریستی بین‌المللی می‌دانیم که واقعا امروز تبدیل به یک ابزار خشونت علیه همه مسلمانان و بلکه همه بشریت شده است. سرور دانش نقش و حضور زنان را در سیاست و اقتصاد در سازگاری با موزه های اسلام می داند و باورهای کسان را رد می کند که بانویشان را زیر نام اسلام در خانه زندانی کردند و جهاد جاری زیر نام اسلام را جنگ، ترور و وحشت می نامد. اما آنچه امروز در دنیای اسلام با عنوان بازگشت به اسلام اولیه و در پیش گرفتن رویه اسراف جریان دارد، رفتارهای زشت، غیر انسانی و غیر دینی گروه‌ها و اشخاص است که تفسیر کج و قرائت غلط از دین دارند. با تأسف جهاد جاری به نام اسلام در حقیقت جنگ، ترور، وحشت و ایرانی و با آتش کشیدن مسلمانان است. او دو پرسش را هم در میان می‌گذارد. آیا فرقه های مسلمانان با هم نقطه اشتراک دارند و یا خیر؟ و آیا انسانیت و ارزش های انسانی نقطه مشترک مسلمان و غیر مسلمان است و یا نه؟ خودش مفکوری کسان را که به این دو پرسش پاسخ منفی دهند داعشی می گوید. اندیشه داعشی و تکفیری مبتنی بر این اصل است که فرق اسلامی هیچ نقطه مشترک با هم ندارند و تنها یک گروه برحق است و دیگران همه بر باطل. حمله بر مکانهای مقدس شیعیان در این اواخر در افغانستان افزایش یافته است که در تازه‌ترین مورد آن بیش از 56 نمازگزار در مسجد امام زمان دشت برچی کشته شدند و مسئولیت این حمله را داعش بر دوش گرفت. حلقات هنوز هم تلاش دارند مانع اصلاحات در اداره های حکومتی شوند. نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در گفتگوی ویژه با تلویزیون یک فساد اداری مداخله در قراردادها و نبود ظرفیت را عامل ها در برابر اصلاحات عنوان می کند. آقای نادری تلاش برای محو فساد و پایان دادن به دسترازی سیاسیون در استخدام افراد را از اولویت های کاری این اداره پالیسی ساز می گوید و تاکید دارد دستگاه حکومتی برای قانونمند شدن نیاز به اصلاحات گسترده دارد. وی همچنان عامل هدر رفتن پول های بیت المال را تداخل وظیفوی و ساختاری در اداره های حکومتی می گوید. محمد غازی رسولی به این موضوع پرداخته. آنچه همواره در اداره های حکومتی با انتقادهای همراه بوده است، فساد، قانون شکنی و مداخله بزرگان سیاسی در استخدام افراد به دور از شایسته سالاری و ظرفیت. در تازه ترین مورد، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در گفتگوی ویژه با تلویزیون یک از تلاش های این اداره برای از میان برداشتن فساد، جلوگیری از زورگویی در استخدام افراد و ظرفیت سازی در اداره های حکومتی سخن میگوید. اونایی را که حراس دارن که اشغال ادارات از دستشان خارج شود، اونایی را که حراس دارن که ادارات اگه قانون محور شود ساحه بر اونا محدود میشه، اونا هر لحظه جلو اصلاحات میگیرن. مصرف نشدن بودجه انکشافی وزارتخانه ها که همواره مورد انتقاد مردم و پارلمان بوده است. آقای نادری دست درازی سیاسیون در پروژه ها، فساد و موارد از این دست را عامل مصرف نشدن بودجه انکشافی وزارتخانه ها میگوید و تاکید دارد از این بعد اداره ها آینه تمام نمای باشنده های کشور خواهد شد.
قراردادها به اقتدار محدود میرفت، کیفیت کار پایین میامد و نهایتش پروسه های تدارکاتی طولانی می بود، بازپرداخت ها بسیار به صورت بطی صورت می گرفت و فساد درش وجود داشت. از سوی دیگر این مقام ارشد حکومتی عامل دیگر هدر رفتن پول های حکومت را تداخل کاری اداره ها عنوان می کند و تاکید دارد بر بنیاد راهبرد تازه صلح و انکشاف تا 4 سال آینده اداره های حکومتی قانونمندتر و رسیدن به انکشاف هم آسان تر خواهد شد. باید یادآوری کنم که جریان مکمل این گفتگو را پس از خبر ده بیننده باشند. در یک خبر دیگر هم کابل امروز میزبان نمایشگاه عکس کودکان خیابانی بود. 14 کودک خیابانی از دیگر کودکان کارگر عکس گرفتند و زندگی این کودکان را به نمایش گذاشتند. هدف این نمایشگاه دادخواهی برای کودکان خیابانی عنوان شده است. سازمان حمایت از کودکان افغانستان از پارلمان می خواهد که مقرره حق کودک را تصویب کند. بنیاد خیریه MTN برای 600 دانش آموز زمینه آموزش رایگان فراهم کرد. هدف این برنامه پشتیبانی از دانش آموزان گفته شده که علاقمند تحصیلن اما از پشتیبانی مالی محرومند. وزارت معارف، معینیت جوانان و چندین ریاست دیگر در آزمون ورودی این برنامه دست کم 2000 تن را معرفی کردند که پس از آزمون ورودی 500 تنشان برای ادامه تحصیل برنامه یک ساله به گونه رایگان در رشته های مختلف راه یافتند. در بیرون از افغانستان هم در پی تازه ترین آزمایش موشکی کره شمالی، امریکا از تمام کشورهای جهان خواسته روابط سیاسی و بازرگانی با پیونگیانگ را قطع کنند. فرستاده امریکا در شورای امنیت سازمان ملل گفته که دونالد ترامپ از همتای چینی خود نیز خواسته است که صادرات نفت به کره شمالی را قطع کند. خانم هلی گفته که امریکا به دنبال جنگ نیست، اما در صورت وقوع نبرد کره شمالی کاملا نابود خواهد شد. چند خبر ورزشی در این بسته تصویری از پیشتازی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر امارات متحده عربی تا پیروزی مدعیان قهرمانی لیگ برتر انگلستان در هفته چهارم که ادریس فاروقی به آن پرداخته. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین روز از بازی‌های 4 روزه جام قاره‌ای 511 دوش در برابر امارات متحده عربی انجام داد، در حالی که 9 بازیکنش حذف شدند. احسان الله جنت 124 دوش، اصغر سنگزه 114 دوش و رحمت شانیز 103 دوش در این بازی به دست آوردند. امارات متحده عربی امروز به میدان رفت و در چند آور نخست 3 بازیکنش حذف شد. دومین نشست خبرنگاران ورزشی امروز با حضور برخی مقام‌های حکومتی و نهادهای ورزشی در کابل برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست تبادل دیدگاه‌ها میان خبرنگاران ورزشی، دریافت راه حل برای معضلی که در میان نهادهای ورزشی وجود دارد و نیز جستجوی راه چاره برای چالش‌هایی که صد راه خبرنگاران ورزشی قرار دارد گفته شده است. نقش خبرنگار ورزشی در افزایش دستاوردها معادل است با زحمات یک مربی ورزشکار. مربی یک ورزشکار که متاسفانه هر دویشان همواره در پشت پرده میمانند. سرویس خبری 5 و 30 هم در همینجا با پایان رسید. ممنون که با یک همراه بودید. بقیه شبتان خوش.